پوشش در ادیان و اقوام پیش از اسلام بی سابقه نیست. گویا گرایش فطری انسان او را به نوعی پوشش فرا می‌خوانده است. در برخی از اقوام و ادیان به سخت گیری های شگفتی نسبت به پوشش برمی‌خوریم. مثلا در اصول اخلاقی تلمود آمده اگر زنی به نقض قانون یهود می‌پرداخت، چنانکه بی آنکه چیزی بر سر داشت به میان مردم می‌رفت و یا در شارع نخ می‌سرشت یا صدایش آنقدر بلند بود که چون در خانه‌اش تکلم می‌نمود همسایگانش می‌توانستند صدای او را بشنوند، در آن صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق. شما میدونید راهبه های مسیحی رو دیدید. راهبه های مسیحی الان شما هر جای دنیا برید حجاب بسیار قوی دارن. یک مرده کامل با چادر کامل و حتی در امریکا باشه، در کشورهای دیگه باشه، در خود ایران، شما این شب راهبه مسیحی بدون حجاب در هیچ جا نخواهید دید. و این خودش دلیل بر اینه که در بین مسیحیت اصیل حجاب بوده و اینها متاسفانه فقط محدودش کردن برای راهبه های مسیحی. زن مسیح وقتی دعا میکنه در برابر مرد، چون ما معتقدیم حجاب زن اول موهای بلندشه، به نظر من همون رو که گفتم تو رساله اول پولس به قرنتیان باب دهم نوشته شده زنی که موهاش کوتاه باشه، گردنش معلوم باشه، بهتر همونه که بسته بشه، چون باز باشه خودش رو رسوا کرده. و مردم اگه موهاش بلند باشه که گردنش پوشیده باشه، اونم مثل زنه و این درست نیست پیش خداوند. و زنی در برابر خداوند و در برابر مرد خواهد دعا کنه، سرش رو میپوشونه. خودمون حس میکنیم که باید پوشیده باشیم. زن مسیح نجیب باید لباس سنگین بپوشه. حالا نمیگیم حتما چادر، چون زمان، شرایط، محیط فرق میکنه کجا تو چه شرایط آب و هوایی هستی، اما لباس های سنگین بدون زیور آلات با همون شرایط محیطی و زمانی خودش در چارچوب زندگی خودش اینا رو رعایت میکنه زن مسیحی. شما با دوره رنسانس هر جا تصویری از حضرت مریم نقاشی شده میبینید تمام نقاشی‌های حضرت مریم دارای حجاب کامل. متاسفانه از دوره رنسانس به بعد که حجاب در غرب گرد بیشتر میشه و زیاد مسئله حجاب توجه نمی کنن، شما تصاویری از حضرت مریم میبینید که بدون حجاب برای اولین بار نقاشی میشه. شکل مریم فرق داره. این مینیاتور ارمنستان، این تابلو مریم، ارمنه لباس های خودشون رو ببینید تفکیر دادن. شکل لباس های مریم هم این شکل لباس های زد های فولکلوری که ارمنیه، یعنی هر کی با فرهنگ خودش مطابقت میده لباس مریم. ما عکسی واقعی که از اون نداریم از اون موقع زمان، اینه که هر نژادی، هر کشوری، هر فرهنگی لباس خودش رو نسبت میده به لباس های مریم. این مال مریم مال ارمنستان بود، برای اون مال غربه اون بیشتر بازه، حجابش فرق داره. این دستوزا گلدوزی های لباس کار گلدوزی زنان، زنهای ارمنی اون مال غربه، مثل یونان و مثل روم و ایتالیا و اسپانیا، اونو فرق داره لباس هاشون با زنهای ارمنی. بی‌حجابی در غرب باعث سست شدن بنیاد خانواده و کاهش جمعیت در غرب باعث وحشت خانواده‌ها شده است. میلدورانت در کتاب لذات فلسفه می‌گوید عفت فراوان زن خادم بقای نسل انسان است، زیرا امتناع محجوبانه او کمکی به انتخاب جنسی است. عفت و پاکدامنی زن را توانا می‌سازد که با جستجوی بیشتر عاشق خود را، یعنی کسی را که افتخار پدری فرزندان او را خواهد داشت، برگزیند. من در سفری که خب به اقتضای کارمون و شغلمون به
کشور اروپایی رفتم، اونجا شب آخری که از منبر می‌خواستم بیام پایین این جمله رو گفتم و تمام ایرانیای اونجا گفتن عین حقیقته. یه حبه قندی رو گرفتم دستم بالا منبر، گفتم در این کشور شما من به این رسیدم که ارزش این حبه قند از یک زن تو جامعه شما بیشتره. اگر می‌بینید در یک جامعه ازدواج کم میشه، اگر می‌بینید در یک جامعه جوونا تن به ازدواج نمیدن، از این ور هم دخترا سنشون بالا میره به خاطر که یه عده خودشون رو ارزون در جامعه عرضه میکنن.